أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برادران عزيز خواهران مهربان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان بحث امروز ما در جستجوی حقیقت. ببینین هدف از علم و آموختن علم چی هست؟ ما مثلا علم دینی را که یاد میگیریم و میخواییم که علم ما زیاد شود، تمام علومی که مربوط به آخرت هست اگر یاد ما میگیریم یا در صدد آموختنش هستیم، فقط به این منظور که ما به حقیقت برسیم. یعنی علم انسان باید به حقیقت برسانه، یعنی هدف نهایی و کلی علم می هست که انسان به حقیقت برسه. وقتی که انسان به حقیقت میرسه، دستاوردهایی را که به دست میاره چی از آزادی است؟ آزادی از بندگی بنده. وقتی که انسان حقیقت برش به دستش بیایه و به حقیقت ها رسیده باشه، از بندگی بنده ها خلاص میشه، یعنی بنده الله سبحانه و تعالی میشه، نه بنده انسان، نه بنده شیخ، نه بنده یک استاد، نه بنده یک دانشمند. از بندگی انسان حقیقت خلاص میسازه، از بندگی نفس خلاص میشی. انسان بسیاری وقتا نه تنها بنده الله سبحانه و تعالی نیست، بلکه بنده خود هست، بنده نفس هست، بنده شهوت هست. یعنی اون توجهی را که بر الله سبحانه و تعالی نشان بده بر نفس خود نشان میده. یعنی نفس کاملا سر ازی حاکمیت کامل داره، هر آن چیزی که نفسش برش حکم بکنه اون کار انجام میده. و یک بنده چوب میشه، چوب، چوبه که این درخت ها از درخت ها انسان میسازه. چوب به عنوان یک معبود هست برش، اما حاجاتی را که باید از الله سبحانه و تعالی بخواه از یک چوب میخواه. بنان بنده چوب هستن. بنده یعنی که در حاجات، در طلب، هر چیز خود از یک کسی دیگه بخواه، از یک چیز دیگه بخواه و خود ناچیز بدانی طرف آلا و بالا با قدرت و با حزمت. این همی بندگی هست، بندیش میشی. و یک بنده سنگ، این سنگ های کوکوها هسته، میتراشیشه و یک چیز جور میکنه، او را معبود بر خود قرار میده، خود بنده. بنده تکه، جنده، تکه های مختلف که از پنبه جور میشه، رنگ و رنگ آجات خود و نیازهای خود از جنده یا از تکه میخواه. این هم بندگی هسته. تا وقتی که انسان به حقیقت نرسیده باشه، بینمی چیزا بنده هسته. و یا ای که به اندازه انحطاط فکری را می گرفته باشه که بنده تلویزیون، بنده اینترنت، نیازمندی های خود، معلومات خود، کل چیزش از اینترنت و از تکنولوژی و اینا هسته. کاملا امود توجهی را که به پیام های حقیقی نشان بده و پیام های تلویزیون نشان میده و پیام های اینترنت نشان میده. بنده پول، بنده شهرت، بنده قدرت. تا زمانی که ما به حقیقت نرسیم بنده اینمی چیزا هستیم و غیره و غیره. راه های رسیدن به حقیقت چی هست؟ بخش اول راه های رسیدن به حقیقت هست که ما چی کارا را بکنیم که به حقیقت برسیم. با مو حلم حقیقی، با مو دانش حقیقی، با مو آگاهی حقیقی که ما را از این بندها خلاص بسازه. و این یک رسالتی هست که ما باید کل ما نسبت به یکدیگر خود احساس بکنیم، در قدم اول نسبت به نفس خود، در قدم دوم نسبت به همه بشریت، که انسانها را از بندگی همچو چیزهایی که اشاره کردیم خلاصشان بسازیم. و کار پیامبر همی بود که انسانها را از بندگی همچو چیزها خلاصشان می ساختن. و پیام حقیقی همه پیامبر همی بود که شما خالق یکتا را پرستش بکنین و بنده خالق باشین. اول عدم تعصب. اگر انسان متعصب باشه هیچ وقت به حقیقت نمیرسه. انسان های متعصب همیشه در تاریکی هستن. تعصب به این معنا هست که انسان تصور بکنه که امو
چیزی را که پیش خودش هست 100% درست هست، بدون دلیل، بدون منطق، بدون استدلال، و هیچ گوش نکنه. یعنی یک انسانی که گوش شنوا نداره، او انسان یک انسان متعصب هست. دوم، که اگر انسان دیگران را معذب بر فکر کردن بسازه، که دیگران برش فکر بکنن. مثلا خودت فراد جان، کبیر جان، شما باید بر خود فکر بکنین. اگر شما مرا استخدام بکنین که براتون فکر کنم، شما اصلا به حقیقت نمیتونین، هیچ وقت به حقیقت نمیرسین. در طول تاریخ هم قسم بوده که انسان های دیگر را برای خود استخدام میکردن که برشان فکر بکنن. عقل همه انسان ها، عقل خداوند برای هم انسان ها داده، بعض انسان ها از عقل خود استفاده میکنن، بعض انسان ها انسان های دیگر را برای خود استخدام کردن که برشان فکر بکنن. استخدام به ایمان ها که هر چیزی که اون طرف مقابل فکر کنه میگه فکر تو درست است. از عقل خود، از فراست خود، از دانش خود هیچ استفاده نمیکنه. این انسان همیشه در حالت سکوت و رکود است، هیچ وقت به حقیقت نمیرسه. سوم، اگر انسان جرأت تغییر و تبدیل در خود ایجاد نکنه، انسان در هر راه و هر طریقی که هست باید جرأت از زیر پیدا بکنه که اگر حقیقت برش پیش میشه، ثبوت برش پیش میشه، اسناد برش پیش میشه، باید این جرأت داشته باشه که اما حقیقت قبول بکنه و در راه خود، در طریق فکر خود، در طریق عبادت خود تغییر بیاره. اول ایجاد جرأت در خود هست که جرأت و شهامت تغییر در خود ایجاد بکنه. مثلا مثال میزنیم، یک هندو بت پرستش میکنه. اگر این هندو میخواد که به حقیقت برسه، باید خود تلقین بکنه، اگر برمک از حقیقت پیشکش بکنه با دلیل، با منطق، با استدلال، با علم درست، من این بت پرستی را اعلام میکنم. اگر اینمی انگیزه را در قدم اول بر خود ایجاد نکنه، هیچ وقت به حقیقت نمیرسه. همیشه به اون بت پرستی خود میمانه و باز به اون بت پرستی خود از دنیا میره. یعنی ایجاد جرأت در قدم اول در نفس خود ضروری هست که ما در هر راه و هر طریقی که هستیم، اول باید ایجاد جرأت در وجود خود پیدا بکنیم و بگویم که ما بله میتونیم تغییر بکنیم وقتی حقیقت که از بر ما پیشکش بکنه. و چهارم، یک معیار برای سنجش حق و باطل باید بر خدا پیدا بکنه. مثلا برای شناخت حقیقت معیارش چی هست؟ معیارش هم مولای مسجدش هست؟ معیارش چینلای تلویزیون هست؟ CNN هست؟ BBC هست؟ یا وبسایت ها هسته؟ معیار برای شناخت حقیقت چی هست پیشش؟ که حقیقت و حق و باطل به او سنجش بکنه. مثلا پیش یک نفر ممکن معیار شناخت حقیقت برش پیرش باشه. پیرش بگه که نمی حقیقت است، قبولش بکنه. اگر بگه باطل است، باطل بدانیشه. اما پیش یک نفر دیگه ممکن که یک کتاب پیش باشه، یک کتاب شعر پیش باشه، یا یک آثاری که دیگرها از او بیخبر هستن، یک آثار از یک جای پیدا کرده باشه، شناخت حق و باطل معیارش اونم کتاب پیش باشه، و یک گفتار این آن باشه پیش معیار شناخت حقیقت، یا رسانه ها باشه. اما بهترین معیار بر شناخت حق و باطل چی هست؟ کلام الله هست و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اگر ای پیشش معیار هست، ای میتونه هر چیز به مو وزنی که داره او را بشناسه و درکش بکنه و قبولش بکنه. چرا کلام الله سبحانه و تعالی کامل هست و تکمیل هست و همچنان رساترین و دقیق ترین و درست ترین سخن بعد از کلام الله سبحانه و تعالی ارشاد پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اگر معیار شناخت حقیقت پیش این دو چیز باشه، هر چیزی که برش بیتی دمی ترازو میگذاریشه، وزنشه، ارزششه، اینا می دو چیز بر ثابت میسازه. کرایی را که تو میری مندازیشه در فرمولهای قرآنی که از این فرمولها تیر میشه، باز بعدن در فرمولهایی که در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست،
این صحبت مشخص راجع به مسائل بادی هست. مندازش در این فرمول ها اگر تیر شد و خوب قبولش میکنه، اگر نشد از هر کسی که صادر شده باشه، ممکن اون نفر مردم دستایش ماچ کنه، پایایش ماچ کنه، برش قابل قبول نیست. میگه از فرمول های قرآنی و از فرمول هایی که سنت بر ما مدرسه ساخته ای تیر نشد این مسئله، اونم میزنه جا دیوال، قبولش نمیکنه از هر کسی که صادر شده باشه. برش مهم نیست که آدم کی است، مهم هی است که بینمی دو چیز در تضاد هست یا نیست. اگر در تضاد بود قبولش نمیکنه، دور مندازیش. و یک انسان آزاد هست که ترس بیم نداره، پیشش دو چیز حساسی و بنیادی هست و اینمی میزانش هست، هر چیزی را که بیتی با اینمی میزانش میکنه. این انسان به حقیقت میرسه و اگر نرسیده باشن به حقیقت نزدیک هسته که معیارش قرآن و سنت قرار میده. و پنجم که مسئله را دوستا باید توجه بکنن، هر عمل عبادی را که یک نفر انجام میده و یک علاقه پیدا میکنه که او را انجام بده، جسم رسول الله صلی الله علیه و سلم در ذهن خود مجسم بسازه. به این معنا که یک نفر میبینه که یک نفر کار عبادی را انجام میده، دفعتا سوال کنه که آیا اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میبود اما تو یک کار میکرد در مسائل عبادی، یا ای که امی عبادت در شأن رسول الله صلی الله علیه و سلم زیبنده هست. مثال میزنیم، یک دفعه مثلا رقص میکنه یک نفر به نام از اینکه عبادت میکنه، انسان از خود سوال کنه که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر پرستش الله سبحانه و تعالی امی قسم یک کار میکرد؟ این معیارش باید باشه. کمی هر مسئله عبادی را دید سوال بکنه که رسول الله این کار میکرد نمیکرد، به خاطر از دین خود رسول الله آورده بر ما صلی الله علیه و سلام. و بهترین مثال زندهش که قرآن عظیم شان تاکید کرده شخصیت پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلام. بنان کی بهتر میتونه طریق بیاره، کی میتونه بهتر شیوا بیاره؟ کسی را که الله سبحانه و تعالی رایش تایید میکنه و دین کامل میدانه و اخلاقش اخلاق بزرگ میدانه و ایر رحمت میدانه بر تمام بشریت، کی جرأت میتونه و کی امی استعداد داره، کی توانمندی را داره که از رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده دین خوب بیاره، طریق خوب بیاره، شیوه خوب بیاره. بنان در مسائل عبادی هر عمل عبادی را که یک نفر انجام میده و دیگران را تشویق میکنه که بیاین نزدیک میسازیتون برای الله سبحانه و تعالی، سوال بکنه که آیا می کار رسول الله اگر زنده می بود میکرد؟ که مثلا به خاطر ریاضت های مختلف که در سر خود کار ده کوکه بکو، رسول الله اگر می بود در سر خود کار کوکه میکرد؟ رقص میکرد؟ پایکوبی میکرد؟ آیا از حالت اصلی خارج میشد یا بیهوش میشد و یکو بر جسم خود ظلم میکرد؟ آدم ظاهرا فکر کنه ببینه که زیبنده بود بر شأن رسول الله صلی الله علیه و سلم کار، اگر نبود چرا ما بکنم؟ وقتی پیامبر نکرد ما چرا بکنم؟ اگر پیامبر با او کار که کرده و جنت میره، خواهم او کارم میکنه، من نمیخوام در جنت از پیامبر کرده بلند باشم، من چی کنم بالا برم از پیامبر کرده؟ اگر کسی دای زیره داره که از پیامبر کرده بالا میره، خب باید انجام بده دیگه. که پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنت فردوس باشه، یک جنت دیگه خداوند متعال برزی ایجاد بکنه بالای سر پیامبر صلی الله علیه و سلم یادم باشه و در اوج تفاخر بکنه، تظاهر بکنه برزی که پیامبر ببینن که پایان از ما هست. خیر هدف اگر این نیست، چرا رای رسول الله درست نیست که تو با یک طریق نو با یک شیوه نو آمدی؟ و اجتناب از حماقت، این ششم، که اگر انسان از حماقت اجتناب کنه، حماقت آشکار. حماقت آشکار چی است؟ در بعض داخل شدن بدون علم و دانش. خود از این یک حماقت آشکار واضح هسته که متاسفانه ما بسیار مجالس شاهدش هستیم و شاهدش بودیم در گذشته ها، که در اوج انسان هایی هستن که صحبت میکنن، بحث میکنن راجع به مسائل شرعی، که خودش و خانوادهش در گناه ها غرق هستن. بیرون میره سیگریتی خودم میزنه، باز میاد راجع به دین گپ میزنه.
وقت نماز هست، کلگ استاد میشه نماز میخونه، باز نماز که خلاص شد بیری که آدم سر کله پیدا کرد و نماز هم نخوند، همونجا در مسجد سجود حضور داره نماز هم نمیخونه، باز ببین کی راجع به مسائل شرعی و اسلامی گپ میزنه، علم هم نداره. این خودش حماقت هست که بدون علم داخل یک بحث شدن. مثلا یک نفر از یک راه و از یک طریق دفاع میکنه، لاقل در مور رام در اون طریق مطالعه داشته باشه، تحقیق کرده باشه. مثلا من خود حنفی بگیرم راجع به امام حنیفه هیچ نفهمم و بیش اینو بگویم که من حنفی هستم دفاع کرده برم، یعنی چی؟ چقدر ما میفهم راجع به امام حنیفه؟ زندگیش خواندیم، چند کتاب لاقل راجع به امام حنیفه خواندیم؟ چهار کتاب ما باید نامش بگیرم که اینی کتاب توسط حضرت امام حنیفه رحمت الله علیه نوشته شده و ما ایره خواندیم و ما میتونم حال استدلال بکنم راجع به این مسئله و میتونم راجع به اون موضوع صحبت بکنم و میتونم از افکارش دفاع بکنم. وقتی که من نخوانده باشم، مطالعه نکرده باشم، فقه نخوانده باشم، راجع به زندگیش نفهمم، راجع به شاگردایش نفهمم، خیری چی مانا امام حنیفه را دوست دارم و در مذهبش هستم، یعنی چی؟ و داخل از این بحث باز شم، اگر نمیفهم کاملا سکوت بکنم، بگذارم کسایی که مطالعه دارن، تحقیق کردین، کتابا رو خوندین، راجع به مسئله صحبت بکنم و یک بحث ما داخل خود نسازم. اگر میسازم در حقیقتش یک حماقت آشکار هست و ما هیچ وقت به حقیقت نمیرسم. هفتم، که انسان بر حقل خود باید تمسخر نکنه. انسان بر حقل خود وقتی تمسخر میکنه که خالق جهان هستی را گذاشته، که انسان ها را خلق کرده، تمام موجودات و مخلوقات را خلق کرده و می حقل که یک توفه هست بر ازی داده، از می عقل خود استفاده نکنه و بره به طرف جزهایی که خود از اونا مخلوق هسته و از اونا آجاد بخواه، اونا را تصور بکنه که در قبرش داخل میشن و کمکش میکنه، تصور بکنه که اینا میتونن در آخرت مسئله واسطه واسطه بازی را پیش بکنن و مرا از عذاب الله سبحانه و تعالی نشان بدن. اگر کس با این استدلال ها، با این منطق، با این مفکوره پیش میره، در حقیقتش این سر عقل خود تمسخر کرده. همو عقلی را که انسان به خداوند برش داده که از این عقل خود استفاده بکنه، این عقل استفاده نکرده، این عقل خود ساکت ساخته و مورد تمسخر قرار داده عقل خود، و این انسان به حقیقت نمیرسه با این شیوه. هشتم، احساسات که خشک باشه، احساسات خشک انسان هلاک میسازه و مانع رسیدن به حقیقت میشه. احساسات خشک چی است؟ که یک نفر دفاع بکنه از مسائل شرعی، از پیامبر صلی الله علیه و آله دفاع بکنه، از قرآن دفاع بکنه، اما خودش راجع به این مسائل نفهمه. بگه مسلمان هستم و دفاع بکنه، گردنش رگای گردنش بونده، اما راجع به این مسائل آگاهی نداشته باشه. این احساسات بسیاری وقتا اگر با علم مساوی پیش نره، علم و احساسات، که احساسات سبب انگیزه میشه، انگیزه سبب عمل میشه، اگر این دو چیز با هم پیش نره، این انسان مورد استفاده دیگرها قرار میگیره، چون احساسات در وجودش بسیار زیاد هست، علمش کم است. یک نفر میتونه از این استفاده جویی بکنه که در بسیار جاها از احساسات مردم استفاده میشه. انسان بسیار توقع داره که عبادت انجام بده، اما علم نداره که چگونه عبادت انجام بده. یک نفر میگه که تو یک سری یک لنگ استاد شد تا صبح، خداوند در بسیار پاداش میده، که پیشتر خودت مثال دادی، چون احساسات داره میخواد که یک عمل انجام بده، علم برش نرسیده. احساسات بدون علم هم مانع رسیدن به حقیقت میشه و در دست انسان های استفاده جو انسان هم اندازه. ما بسیار خوب انگیزه دینی و احساسات دینی در وجودم پیدا شده، میخوایم خداوند زیاد عبادت بکنم، در دست یک نفر دیگه میفتم، چه میکنم؟ مرا میبره سر قبر. سر قبر که مرا برد، میگه کی مرده گپ بزن. من کی مرده گپ بزنم شروع میکنم، گپ بزن، مرده برام برنامه داده میره. احساسات زیاد هست، من گپ من در سر قبر رسیده. این نادرست هست. علم با احساسات باید یک جای بره. احساسات دینی با علم اگر موازی پیش نره، انسان یا خودش خود هلاک میسازه، چون میخواد زیاد عمل انجام بده، کاری میکنه خلاف شریعت، یا ای که در دست یک نفر استفاده جو میفته. نهم،
سفر کردن به اماکن مقدس، دست پیر گرفتن، دعا از کسی، طلب دعا از کسی کردن، یا خواب دیدن، یا با مرده ها گپ زدن، یا مست شدن در عبادت، یا به سر خود میخه کوکه کردن. اینا هیچ کدامش انسان به حقیقت نمیرسانه، یا خود علت کوب کردن. نه تنها اینا انسان به حقیقت نمیرسانه، بلکه انسان از حقیقت دور میسازه. چرا؟ راه های رسیدن به حقیقت اینیست. تو میری برو صد دفعه برو مثلا در مکه معظمه چکر بزن. در این مکه معظمه خو مشرکین بودن. تو صد دفعه میتونی بری در مدینه منوره برو چکر بزن بگرد همون جایی که پمس هستم میگشت. برو مثلا چیز برو در بیت المقدس، برو فلسطین، اسرائیل، برو در کوه طور بالا شو، برو در غار حرا، برو همین جایی را که به حساب تقدیس شده یا مقدس گفته میشه، برو در اینا شو تا صبح بگردی به حقیقت نمیرسی. گشته برو تورستان میگردن. اون کسایی که میرن جای تاریخی را میبینن، کل جای را میرن میبینن، از موزیما را دیدن میکنن، آثار تاریخی را میبینن. با کجا به حقیقت رسیدین؟ اکثرتش عقیده درست ندارن، با یگانگی الله سبحانه و تعالی ایمان ندارن. مسلکشان است، میرن جای تاریخی را میبینن، به حقیقت نمیرسانید چیزا. راه های حقیقت رسیدن این نیست. این وقتت ضایع میشه، پولت زیاد مصرف میشه، کل جای را میری میبینی. در علم دنیاییت ممکن به افزایه و نسبت به کسی دیگه جهان دیده باشی، شهرهای مختلف دیده باشی، هم به حقیقت نمیرسانید. و ترک دعا هم که یک نفر دعا نمیکنه، این خودش کبر هست که به حقیقت هم نرسیده، دعا هم نمیکنه. باید دعا بکنه که یا الله بر من حقیقت نمایان بساز، مرا به حقیقت برسان. اگر دعا هم نکنه و این کارهای دیگر انجام بده و ترک دعا هم بکنه، انسان هیچ وقت به حقیقت ها نمیرسه و به حقیقت نمیرسه. این بخش اول. بخش دوم درس هایی هست که از قصه حضرت سلمان فارسی انسان یاد میگیره، که من داخل جزئیات قصه نمیشم که چه قسم سلمان فارسی رضی الله عنه مسلمان میشه و حقیقت پیدا میکنه، چون دوستا اکثریتش آگاه هستن از این چی درس ها را یاد میگیره انسان. ببینید، سلمان فارسی را پدرش و خانوادهش در یک تاریکی نگاه کرده بود، در حالی که پدرش یک کسی هست که سرشناس هست، یک کسی هست که مردم او را احترام میکنن، دزبوسیش میکنن. با این معنا نیست این درس ها را که آوردیم به خاطر از اینکه ما ایره در زندگی خود فکر بکنیم که ما در اون کتگوری هستیم یا نیستیم. مثلا از دوستا میتونه پدرش یک آدم بسیار مشهور باشه در جامعه، بابیش میتونه یک انسان مشهور باشه، اما با این معنا نیست که این خانواده در حقیقت ها رسیدین، یا به حقیقت رسیدین، یا به حقیقت نزدیک هستن. سلمان فارسی پدرش آدم شناخته شده بود در اصفهان، مردم احترامش میکردن، اما در حقیقت نرسیده بود. سلمان فارسی را در یک انحطاط فکری، در یک تاریکی نگاهش کرده بود. یک روز بیرون میبره از خانه، میفهمه که کاری را که پدرم میکنه و این کاری را که در این خانواده جریان داره ای اشتباه هست. این درس انسان یاد میگیره که همیشه تو تصور نشه که انسان هایی که شناخته شده هستند در جامعه و به نام های کلان و کلان مشهور هستند، اینا حتما به حقیقت رسیدن و حقیقت هم میفهمن، عقیدهشان درست است. سری وقتا برعکس می باشه، خرافات و خرافات تاریکی ها در او خانواده بیشتر ریشه می داشته باشه. و درس دوم از این قصه حضرت سلمان فارسی که انسان یاد می گره، چون حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه وقتی که میره جایی را که بهتر می دانه کلیسا هست، و در اوجه ملای کلیسا را که می بینه، گوه خود ملای کلیسا در کلیسا یک انسان خائن هست، مردم فریب میته و اطلاعات و اینا را که میگیره به نام ازیک بر انسان ها میته و این را کل ذخیره میکنه، ذخیره میکنه. بعدا که میموره باز مشخص میشه که سلمان فارسی میگه که یادم ایره که شما قدر برش احترام میکردین و دزبوسی و پایبوسی میکردین، یادم خائن بود، اطلاعات را در فلانه جای نگاه کرده که میکشن بازی ای را بخیات مردش میگیرن از بین میبرن درش میتن که از بس خیانتکار می باشن. درسی را که ما زیاد می گیریم چی است؟
که ما اگر پشت حقیقت هستیم و می خواهیم به حقیقت برسیم، انسان ها را بر خود الگو قرار ندیم. مثلا خود یک نفر را می بینی که به نام مسلمان یک کار خراب انجام می ده، بگوی او ولی مرد اگر تیر از دین. اکثریت مردم این قسم دل سرد می شه. او میگه ملای مسجد اینی کار را می کرد، مرا از اون و از اون دین می ماره تیر. اینی ملایتان است، اینی نفر است، اینی کار را می کنه. بر تو حقیقت می پالی یا ای که تو پشت ملای مسجد گرفتی؟ تو پشت حقیقت میگردی یا پشت اشخاص و افراد؟ اگر پشت حقیقت میگردی که خوب این اشخاص و افراد برای خود مثال قرار نده و دل سرد نشو، خداوند متعال بالاخره تو را به حقیقت میرسانه. که سلمان فارسی رضی الله عنه این مثال زنده ای را که آدم خیانت میکرد، این مانع جستجوی حقیقتش نشد، یعنی اولین استپش بود. میتونست پس بیا بگه که پدر خدا بگه که راستی که چیزی را که تو بر ما تلقین میکردی در خانواده میگفتی درست بود. من رفتم در کلیسا، رفتم ملا را دیدم، ملای کلیسا را که خیانت میکرد، همین سعیست درون مو انحطا در مو آلت میمان. بنان ما اشخاص افراد بر خود الگو قرار نتیم. بسیار دخترها هستن چادر نمیپوشی، او فلانه دختر چادر میپوشه در مکتب میای بایفرند داره. به چی ارتباط داره برای بایفرند؟ هزارها و میلیونها دختر دیگه بدون چادر بایفرند داره. اگر واقعا تو میخوای که حقیقت پیدا بکنی و ارزش چادر بفهمی، تو این دختر ای بچه را نبی که ریش داره میره مثلا کار خراب میکنه، این دختر چادر در سرش هست، یک گناه و خطا از پیش سر زد. تو جستجوی حقیقت که هستی ریسرچ بکو، در سورس داخل شو، در حساسات داخل شو، در اوجه باز میفهمی که حقیقت چی هست. و به خاطر رسیدن به حقیقت انسان باید متحمل سختی ها و رنج ها شو. درس سیم که حضرت سلمان فارسی از اصفهان شام میره، عراق میره، ترکیه میره و باز بالاخره که در مدینه منوره کجا میره و دیدار پیامبر صلی الله علیه و آله شرف میشه که باز اونجا ایمان میاره و به حقانیت پیامبر صلی الله علیه و آله و قبول میکنه دین اسلام. و یه تو ظاهرا خوش شام عراق اینا آسان هسته، در روز زمانهایی که اینا میرفتن کار آسان نبود، بسیار کار مشکل بود. ما هم باید اگر میخواهیم که حقیقت را پیدا بکنیم، از اون قبیله خود اگر پیدا کردن نتونستیم، هنوز هم تشویشی بودیم، باید برایم در یک شهر دیگه بریم، در یک مسجد دیگه بریم. بعد از او باز میفهمیم که واقعا چیزی را که ما میکردیم درست بوده یا نبوده. و این مسئولیت هست که انسان باید این کار انجام بده به خاطر نجات خودش، که بالاخره ما خود در همیش در زمین نیستیم، باید بر رسیدن بر حقیقت تلاش بکنیم. و حتی ببینین چهارم درسی را که یاد میگیره انسان از حضرت سلمان فارسی، همزمان وقتی که در جستجوی حقیقت بود تجارت هم میکرد. تو نیست که والو بچه های لابتن خانواده خدا بگن برو حالا ما دیگه حقیقت پیدا میکنیم، مادر داره، بدر داره، مثلا خانمش هسته، ای آدم گم شوه کجا هسته، رفته حقیقت میپاله. نباید یک همزمان وقتی در جستجوی حقیقت هستی دستت در کار باشه، کار بکنی، یک سرمایه داشته باشی. اما ببینین کمی سرمایه خوده بعد از اینکه کار میکنه، زحمت میکشه، سرمایه خوده برمی کاروان میته که مرا ببرین تا جایی را که برش مثال میزده باشن که در فلانه جای هسته که نشانه های نبوته که در کتاب های گذشته آمده بود که درخت های خرما هسته و در بین دو وادی هسته، مرا میگم اونجا ببرین پول خوده میته. باز حضرت سلمان فارسی را ایوازی که در جای اصلی ببرن و میگرن مفروشنشه، در برابر پولی که داده خیانت میکنن، ایره مفروشن به عنوان غلام که پیش یک یهود ای باز غلام میباشه، چقدر وقت دو جا خدمت میکنن. یعنی در رای رسیدن به حقیقت انسان باید از پول خودم تیر شود. حال ما چه قسم به حقیقت میرسیم؟ که کتاب بخونیم، پول خودم مصرف بکنم برای کتاب، پول خودم مصرف بکو برای ازی که مثلا من اینی کتاب میخوانم، اینی حدیث میخوانم، اینی قرآن عظیم شان ترجمهش هست، ایره میخوانم. اگر شتگی باشی در خانه بگوی من به حقیقت برسم، خانه میشه باید مصرف بکنی، باید تلاش بکنی، حرکت بکنی، این راهایش هست. پنجم، حقیقت و علم باید با ارزشتر باشن نسبت به خانواده بر انسان. چرا انسان اگر در گمراهی و در خطا و در گناه باشه، خانوادهش چی کرده میتونه برش؟ مثلا من اگر در گناه و در خطا باشم، زنم برام چی کمک کرده میتونه؟ هیچ. یا مادرم یا پدرم برام چی کمک کرده میتونه وقتی که من وفات بکنم؟ بنان به خاطر
پیدا کردن حقیقت اگر انسان فامیل خودم پشت سر میگذاره خیره، گپ خوب هست. که حضرت سلمان فارسی خانواده خود اعلام میکنه در اصفهان گپ شاین در مدینه منوره میکشه و در اوج حقیقت پیدا میکنه. این درس های هست که از این سند شرعی که وجود داره در کتب اسلامی ما میتونیم این درس ها را بیاموزیم. بخش آخری یا بخش سوم که بعد از اینکه ما به حقیقت رسیدیم چی باید بکنیم؟ اول عمل، عمل به علم که مطابق شریعت باشه، خاص بر رضای خدا. اگر ما حقیقت پیدا کردیم و بر حقیقت خود عمل نکنیم باز هم بیفایده هست. وقتی ما حقیقت پیدا کردیم، حقیقت و پیش ما آمد، به می حقیقت باید عمل بکنیم و عمل کردن ما وقتی قابل قبول هست در درگاه الله سبحانه و تعالی که مطابق شریعت باشه. مثلا یک نفر میاد ادعا میکنه که خب ما به حقیقت رسیدیم، اما کارش هم میبینی که مطابقت با شریعت نداره. بفهمی که آدم حقیقت نرسیده. وقتی انسان به حقیقت میرسه که عملش باز مطابق شریعت باشه و خاص به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی باشه. دوم، بعد از اینکه حقیقت پیدا کرد، بر حقیقت عمل کرد، باز اینمی حقیقت پخش و نشر بکنه. چرا جفا؟ اگر انسان علم یاد میگیره و حقیقت میرسه و ایره نگاه میکنه، خود از یک نوع جفا هسته. انسان باید ایره برسانه، برسانه با زبان، با مال، حتی با جان. ایره باید در دگرا برسانه. و راه رساندنش، در رساندنش هم باید عجله و کار نبنده، یعنی شدت نداشته باشه، عجله و کار نبنده، حکمت داشته باشه. و مفهوم حقیقی حکمتی نیست که بعضی دوستا تعبیر میکنن. خب حکمتی هست که هر کس هر چیزی که تو بگو برو من حکمت دارم، یا بسیار نرم باش، مسائل شرعی را مثل مومواری نرم بساخت. که امروز متاسفانه شنیدم که یکی از آدم ها که خدا عقل کل میدانه گفته خب این مسئله میراث، میراث خود در گذشته ها بود که میگفتن میراث، که مثلا زن مردی نقدر میراث میبره و زن نقدر میراث میبره. امروز خب موضوع اقتصادی هست، ما در کشورهای پیشرفته زندگی میکنیم، زنا باید حالا ادا بکنن که ما مساوی حق میخوایم، مساوی بر ما حق بتین. و ای خلاف آیه قرآن عظیم شان حرکت کردن هست. این زمان نداره، این وقت نداره، بیاد در قرآن صراحت داره. ای چی هسته؟ ای انسان ها ای کارا را که میکنن ای جهل هسته. انسان وقتی که به حقیقت رسید، همچو احکام تغییر نباید بده، همکا احکام سریر از خود فتوا صادر نکنه، حکمت داشته باشه. حکمتش چیز که نه ای آدم واری که نرم ساخت هر قسمی که دلش خواست، به خاطر ازی که چهار دانه انسان جاهل و انسان گمراه بر ازی چک بزنن و خوش شون. این انسان حکمت اگر به کار میبنده، حکمت به این معنا که هر چیز در جایگاه خودش استفاده میکنه، هیچ چیز تغییر نمیده، هر چیز در جایگاه خودش استفاده میکنه، وقت مردمش و حوصله مردم، استعداد مردم مد نظر میگیره، اما هیچ چیز تغییر نمیده. مثل از این آدم که تغییر میده هر چیز. و انسان وقتی که به حقیقت رسید، با هیچ چیز دیگه ای را گفت اصطلاح امروزی کامپرومایزش نکنه. من مسلمان هستم الحمدلله، به حقیقت رسیدیم و میفهم اینمی طریق قرآن و سنت راه درست و راه صحیح و منطقی هست. در هر مجلس که میرسد باید نماز بخونه. اما متاسفانه افغانا خصتشان اکثریتشان، در عموم نه، اکثریت افغانا قسم نیست. اگر با چرسیشش چرسیست، اگر با یک انسانی که به نماز هست باوش هست، ایام به نماز هست، نماز نمیخونه. نگه جای خوب نماز میخونه، دید که 4-5 نفر دیگه نمیخونه، ایام ششنه. کامپرومایز نکنه، باید اما اعتقاد خود همیشه راسخ نگاه بکنه، استقامت داشته باشه. تو نماز نمیخونی؟ نخون، من نماز خدا میخونم. تو چرس میزنی و برات میگم گناه هست، نزن. تو شراب میخوری به مرد میگم گناه هست. تو کارهای گناه و خطا را میکنی به برات میگم نکو، همزمان که من برات میگم نکو، من خودم کار خوب انجام میدم پیش رویت، ولی اگر خوشت نبیه. خاطر ازی که حقیقت وقتی که پیدا کردی باید جرأتش هم پیدا بکنی که از حقیقت خود دفاع بکنی، در نظر مردم باید حقیقت بیان بکنی. مثال هایی که پیامبرا آمدین و در قرآن زیمشان راجع به اینا یاد شده، به خاطر ازیست که برای انسان جرأت بده. گناه هم مثل ما و تو بشر بودن، اما مقامی را که پیدا کردن به حسر مقامت، به حسر تلاش، اگر امی مقامت و اینا را حتی صحابه اگر نمی داشتن، نامه را نمی داشتن امروز در بین ما.
می رفتن پشت کار خود، اما می شهامت و مردانگی برای دفاع از حقیقت، استقامتشان، جایگاهشان در تاریخ حتی بر ما مشخص ساخته و مجرای تاریخ تغییر دادن. و آخر درسی را که انسان یاد میگیره و بعد از حقیقت باید او را انجام بده، صبر و توکل. چرا به هر اندازه که ایمان انسان قوی میشه، به هر اندازه که انسان حقیقت با وجود خود لمس میکنه، به مو اندازه خداوند متعالی را مورد ابتلا و آزمایش قرار میده. بزرگترین و شدیدترین امتحانا سر انبیا آمده و سر صالحین و صادقین آمده. وقتی که تو حقیقت را پیدا کردی و حقیقت رسیدی، بفهمی که تو را خداوند متعال بر مالت، بر جانت، بر صحت، بر بیماری، بر غم، بر تشویش، بر همه ایزی تو را امتحان میکنه. و در اینجا چی کار هست؟ صبر کار هست و توکل کردن کار هست. کمود صبر و توکل به اون مفهوم کلیش که خود از یک بحث جداگانه خود میخواه، این کارا را انسان باید بعد از اینکه به حقیقت میرسه انجام بده. خداوند متعال همه ما را به حقیقت نزدیک و نزدیکتر بسازه و ما را با انسانهایی که به حقیقت رسیدین، ما را با او انسانها آشنا بسازه و در روز محشر ما را از جمله انسانهای صالح و انسانهای نیکو بگردانه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب